همکارم ماهرخ غلام حسین پور اینجا در استودیو با ماست. چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد بازداشت دوباره او و جزئیات پرونده؟ فرداد، همونطور که میدونی و ما کیفیت دستگیریش رو تو شبکه‌های اجتماعی خوندیم، به هر حال توماج مدت زمان کوتاهی، یعنی حدود 12 روز بعد از آزادیش در خیابانی در بابل با وضعیت خشونت‌آمیزی دستگیر شد. تو شبکه اجتماعی ایکس، تو صفحه خود توماج صالحی که از طریق یکی از دوستان مورد اعتمادش در واقع اداره میشه، گفته شد که با قنداق تفنگ اون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و بعد هم اون رو به یک مکان نامعلومی منتقل کردن. خبری ازش نبود تا امروز دوشنبه که هم خود صفحه اجتماعی توماج و هم صفحه آقای رئیسیان اعلام کردن که با خانوادش تماس گرفته و گفته که اون رو منتقل کردن به زندان دستگیر در اصفهان. دلیل انتقالش همین هست که به هر حال توماج ساکن اصفهانه و پرونده اون در شعبه یک دادگاه انقلاب اونجا مورد رسیدگی قرار میگیره و همین دلیل هم طبیعتاً اون باید به اونجا منتقل میشده. خود آقای رئیسیان در پیش از این، یعنی در روزهای منتهی به آزادی توماج، در گفتگو با شبکه شرق توضیح داده بود که بعد از درخواست فرجام خواهی توماج، شعبه 39 دیوان عالی رسیدگی کردن پروندش رو و بعد از وجود یه سری ایراداتی که در دادنامه اولیه شاهد بودن، مجدداً پرونده رو ارسال کردن برای رسیدگی مجدد به شعبه یک دادگاه انقلاب. پرونده رفته اونجا. خود دیوان عالی کشور تشخیص داده که قرار تأمین و قرار بازداشت توماج میتونه تبدیل بشه به قرار وثیقه. قرار وثیقه براش صادر کردن و اون بعد از بیش از یک سال زندان، که به گفته نزدیکان توماج بیش از 250 روزش در زندان انفرادی به سر رفته بوده، آزاد شده. بعد از اینکه آزاد شد، ما شاهد بودیم که به هر حال یه ویدیوی تفصیلی منتشر کرد، شهر داد جریان شکنجه هایی که بر اون شده بود، چه به لحاظ فیزیکی چه به لحاظ روحی، و رفتارهای فراقانونی که تو این جریان نسبت بهش انجام شده بود. تو این ویدیو هم ذکر کرد یه نکته ای رو که من هم وکیلم از ضابط قضایی شکایت کردیم به دلیل همین رفتارهای فراقانونی. حالا جریان چیه؟ در واقع هیچ منبع رسمی نیومده اعلام بکنه که به مصداق وجود این ویدیو و شرح شکنجه ما اومدیم توماج رو دوباره بازداشت کردیم، بلکه اونو به دلیل نشر اکاذیب خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه مستقیم نوشته که به این دلیل دستگیر شده که بعد از اظهار نظر کسب کرده، یعنی بعد از اظهار نظر توماج در مورد اینکه من شکایت کردم از ضابطین قضایی، استعلام شده و هیچ شکایتی از طرف توماج و وکیلش در واقع ثبت نشده و به همین دلیل هم توماج مجددا بازداشت شده، که البته دو روز قبل در همون شبکه ایکس آقای رئیسیان مدارکی داله بر این شکایت رو ارائه داده و گفته که اونا به دادسرای به اصطلاح دولت شکایت کردن در مورد همین رفتارهای فراقانونی که با توماج شده. الان وکیلش اومده توی همین شبکه اجتماعی ایکس یه سری ایرادات جدی وارد کرده به پرونده، یه سری مسائلی رو مطرح کرده، از جمله اینکه گفته برای دستگیری مجدد توماج قرار تامین صادر نشده. قاعدتا پرونده جدید تشکیل شده دیگه، قاعدتا اتهام جدید بهش الساق کردن، باید قرار بازداشت جدید براش صادر بشه. این کارو نکردن، بلکه اومدن قرار وثیقه همون پرونده قبلی رو تمدید کردن. مورد دیگه‌ای که خود آقای رئیسیان روش تاکید کرده این هست که توماج روز 9 آذر ماه بازداشت شده. قرار وثیقه ای، قرار بازداشت جدیدی که براش صادر شده روز 12 آذر ماست. این گپ چی میشه؟ یعنی به لحاظ قانونی نمیتونه، یه فاصله چند روزه هست، چرا بازداشت شده بدون هیچ قراری؟ و اینکه یه مورد دیگه ای که مطرح کرده اینه که چرا اظهار نظر توماج در مورد طرح شکایت از ضابطین قضایی اساسا باید تبلیغ علیه نظام محسوب بشه، کما اینکه خود وکیل هم پیش از این آسیب های فیزیکی که به توماج وارد شده بود رو اعلام کرده به مراجع قضایی. ممنونم از تو ماهرخ غلام حسین پور، همکارم اینجا در استودیو، در مورد پرونده توماج صالحی.